ادامه تلاش سازماندهی شده برای که استفاده از گلمندی و خواستهای به حق اقتصادی و معیشتی مردم سایت‌های معاند و های بیگانه همچنان در تلاشند از مشکلات اقتصادی و معیشتی و خواستهای به حق مردم در این زمینه فرصتی برای تجمعات غیرقانونی و احتمالا ایجاد آشوب فراهم کنند در روز گذشته شماری از مردم در چند شهر با تجمع و دادن شعارهای عمدتا اقتصادی مهار ها و مبارزه قاطع با مفسدان اقتصادی را خواستار شدند. در این تجمعات که بدون مجوز برگزار شد، افزایش قیمت برخی کالاها و اقلام و سوء استفاده ها و مقاصد اقتصادی محکوم شد. تجمع کنندگان اقدام جدی دستگاه های زیرفت برای حل این مشکلات را خواستار شده بودند. معاون اول رئیس جمهور دیروز تاکید کرده بود دولت خود را مکلف می داند با گیرانی های روزهای اخیر مقابله و آنها را مهار کند. در این تجمعات البته برخی افراد با دادن شعارهای تند و انحرافی سعی کردند به خواسته های معیشتی مردم رنگ و ضد انقلابی دهند و بعضی اماکن عمومی را تخریب کنند ماموران حفظ نظم و امنیت عمومی در چند مورد با این گونه افراد مقابله و تعدادی را بازداشت کردند اکثر بازداشت شدگان که نقشی در ساماندهی شعارهای ساختار شکن نداشتند تا کنون آزاد شدند سعی این افراد برای منحرف کردن خواسته های اصلی مردم با استقبال و فضا سازی رسانه های بیگانه معاند روبرو شده است ترامپ نیز صبح امروز در فضای مجازی با ابراز خوشحالی از این تجمعات اتهامات خود را علیه ایران تکرار کرد وزارت امور خارجه آمریکا هم با ابراز خرسندی از برخی شعارهای تند در تجمعات دو روز گذشته گفته است از عناصری که خط تغییر نظام ایران را دنبال می‌کنند حمایت می‌کند رسانه های تحت حمایت آل سعود در منطقه نیز با زوق زدگی در صددند تجمعات بدون مجوز در چند شهر را در چهارچوب اهداف ضد ایرانی آل سعود تحلیل و برجسته کنند. گروه که منافقین نیز با انتشار اعلامیه‌ای به شدت از این تجمعات ابراز خوشحالی کرده است.